آفتاب بعد که فروغ رخ زرتشت در آن گل کرده است، آسمان رد که زخم خانه حافظ قدحی آورده است، کوه و سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوستاموند که از نسیم نفس سعدی جان پرورد است، هم زبانان منند هم زبانان منند. خانم آقایان، امشب شما رو میخوام ببرمتون به نوروز. تمام حکایت نوروز آن است که جهان در جنگ است، جهان در آتش است، جهان در هر حالی که است، اما نوروز ما سر موقع میاد و در یک لحظه، در یک لحظه جادویی همه ی سفره ها رو به هم وصل کنه. ولی یادمون نره که این سفره های ما در طی این سالیان با چهره های هنرمندانی آذین میشد که وقتی ما در دلمون رو باز میکردیم اینها دونه دونه میامدن تو. و دیگر آنکه حکایت نوروز، حکایت عمو نوروز، حاجی فیروز، آتش افروز بر این بود که این جنس تنها جنسیست که از بین نمیرود، هفت سین روی صحنه میاد، مادرها به هر حال تلاش میکنن در آخرین لحظه سنجد و سیر و سماق و سبزی و سبزه و سمنی رو بر صفحه میچینن، ولی قبل از اینکه بیان تو یک دفعه تو خیابون صدای سیا میاد، ارباب خودم سلام علیکم، ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم ملت ایرون دشمنو بریز از خونه بیرون. میگی نه، تماشا کنین، با من باشین تا گم نشین. دیا کجان برو بری روزی رو بخواین دعای سال نو رو. چقدر مونده؟ خوب هستین استاد؟ خیلی ممنون با ما هستید. سال نوتون پیشا پیش مبارک. مبارک باشه. شکرم. برای شما مبارک باشه. ما یه دعایی داریم که عربی هم هست اولش، یا مقلب القلوبن، و یه ترجمه فارسی شما اگه میشه بخونیم برای ما بیننده ها که این سالو به پیشوازش بریم. ای از تو شد دگرگون دل ها و دیده ها من، ای از تو شد پدیدار شب ها و روز ها من، هم سال نیک است و هم حال روزگاران، بکن تا حال ما را در مقدم بهاران. آمین. سپاس، خیلی ممنون. ببینیم به پیشواز سال نو. ارباب خودم سلام علیکم، علیکم السلام پیش ایشان جا، ارباب خودم سر تو بالا کن توی هر دو چشم یعنی ایشان جا، ارباب خودم بزبوز قندیم، ارباب خودم چرا نمیخندی، ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم وصف کماله، حاجی فیروزم بله، ساری یه روزم بله، حاجی فیروزم بله، مثل نیم سوزم بله، بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم بشکن، من نمیتونم میتونی، چجوری بشکنم تخت، چطوری بشکنم تخت، اینجا بشکنم یار گله داره، اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، سالی که گذشت سال بد رو، سالی که گذشت سال بد رو، سالی بد و بد زبد بتر بود، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد، مردا رو اخته کرد، مردا رو اخته کرد، زنا رو شلخته کرد، دکونا رو تخته کردی، عمه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد، در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک، در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک، یا هو هر
گفت بشکن بشکنه بشکن دیوار زندون و بشکن درهای بستر رو بشکن برای نصرت ما بشکن برای عزت ما بشکن خانم آقایون نوروز وقتی که میاد درهای بستر رو باز میکند این هوای بهاری همه جا رو میاره من شما رو میخوام براتون گردونم به تهران قدیم اول آروم آروم از دوره بابام بیام به دوره داداشان بیژن بعد بهمن بعد خودم بعد دوره شماها برای همین چهره های خواننده هایی که همیشه زیباترین خودشون رو براتون آوردن من روی صحنه همین چند شب پیش که روی صحنه بودم با این جمله آغاز کردم که خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی وان را به نماز و طاعت آباد کنی روزی 2000 بنده آزاد کنی بهزان نبود که خاطری شاد کنی و در طی تاریخ میبینیم از روزگاری که ترانه و ترانه خانی میاد چه مردانی با چه صدای زیبایی با چه انرژی مثبتی آمدن تو خونه های شما و شادی آوردن درود به دونه دونه شون از اولشون از یه پیشکسوتی شروع میکنیم که دوره بابا مینا بوده بدیزاده دیاکو جان برو بریم زمانی که ماشین مشتی مندلی ارزون و بی‌معطلی ماشین مجدی مندلی ارزون و بی‌معطلی ماشین مجدی مندلی نه بوغ داره نه صندلی وقتی که ماشین تازه هتل اومده بود به تهران در اون روزگار شرایط تهران یک شرایط در واقع یک دهی بود که تبدیل شده بود حالا به تهران تهران دوره قجر آمده بود و این تهران رو که 12 دروازه داشت که من در مجله فردوسی این 12 دروازه رو نام بردم و گفتم که از دروازه دولاب که دروازه محل ما بود تا دروازه شمرون تا دروازه خراسان تا دروازه قزوین تا دروازه گمرک چگونه این دروازه ها پشتش خندق داشت و می آمدن می رفتن ما در ظرف مدت کوتاهی توانستیم این دروازه ها رو تبدیل به دروازه تمدن بزرگ بکنیم ما در مدت کوتاهی توانستیم این ساختمان های قدیمی رو تبدیل به میدان شهیاد بکنیم و یاد اون دوران باشیم اما در این دوران
همین بدیزادهی که شما دارید میبینید توانست ثبت تاریخ بکند. در اون روزگار پدرم میگفتن که تازه مثلا تعداد ماشین ها که آمده بودن روی مینویسن ماشین یک، ماشین دو، ماشین سه و شماره بندی و به این شکل نبود که در دوران رضا شاه تازه میان و شماره بندی میکنن، مرکز پیدا میشه، راهنمای رانندگی پیدا میشه و در دوران ما دیگه قربونش برم دیگه همه چی بود. این ماشین مشتی مندلی که میگم میگم وقتی که عید میشد و ما تمام وسایل بسته بودیم و میخواستیم سوار شیم، عده میرفتم به طرف قم، عده میرفتم به طرف مشهد، ما هم همه میرفتیم به طرف شمال که بریم اونجا یه 14-15 روز حال بکنیم بیایم. یکی دو تا به اصطلاح گاراژ بودن که این حالا واژه گاراژ هم تازه اومده بود به زبان ما، تمام زمان تازه این زبان فرنگی داشت میومد تو زبان، میومدید اونجا. این ماشین که میخواست رادش 50 تا صلوات میفرستدن تازه سوار میشدن، 500 تا صلوات میزدن میرفتن، تو راه که میرفت حتما پنچر میشد، سر جاده قم که میرسید یه نفر واسطه بود با آفتابه تو این آب میریخت که بتونه خودشو بکشینه جلو. و خلاصه قصه ای داشت این، ما به راحتی به دست آوردیم آنچه را که گذشتگان ما به سختی به دست آورده بودن. نهایتا وقتی که این بدیزاده با این صدای مخصوص خودش و آشنایی به موسیقی ایران میخونه ماشین مجدی مندلی ارزون و بی معطلی، وقتی که میشینه توش فنرش میره بهت، چه میدونم پارت باک میکنه، فورد قدیم لاری نشستن توی هتل باعث شرمساریه، یک تاریخ رو به دست شما میسپره. اما تاریخ دوران ما تاریخ خاطره هاست. من باز هم عرض میکنم که هرگز فاصله ها حریف خاطره ها نمی شوند. میگی نه، الان این پرده ای رو که میبینید و این کارگردان برنامه ما این دو گذشته برای ما، من الان از این صحنه ای که اومدم به هر خواننده یک فرصت بیشتر نمیدیم برای که وقت نداریم. امشب کاباره ما، این نوروزیه ما محدود زمانش، ولی چهره ها چهره های قدیم. چهره‌ای که الان میاد بر روی صحنه سلطان جاز ایران است، میآید که با من و تو به رقص روزگار بپردازیم، رقص خاطره ها. هرگز فاصله ها حریف خاطره ها نمی شود. خانم آقایون با ما باشین تا گم نشین. دو بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم، تو که با عشق گری از همه دل میبری، منو شیدا میکنی چه نمیرقصی، تو که با موی طلا دو بالای بلا قد بر پا میکنی چه نمیرقصی، دو بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم، ای سبک رقص بلا تو مکن ناز بیا، یه در رقص طرف شب بده بازی، ای گل عشق و صفا مرو از محفل ما که شادابتر از هر گل ناز، بد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم، مگر خواب خیالی چه شبت یار به ترامی، تو که شیرین تر از امین وسالی، قد و بالای تو رنا رو بنازم، نو گل باغ تمنا رو بنازم، برقه بس بردی رو جانم،
گناهم چو گریزی تو پریزاد مگر خواب خیال چه شبت گر به خرامی تو که شیرین تر از امید وسال قد و بالای تو رنا رو به نازم نو گل باغ تمنا رو به نازم یست که زنابم ابروم نازلی منو شک نرین آش کردن من چگا که زمان گرون نازلی ساخ کرین سامر یر کرین سامر ساخ کرین سامر یر کرین زمان ساخ کرین سامر یر کرین سامر ساخ کرین سامر یر کرین زمان اگر یک نفر از تمام این قبیله توانست مانند ویگن درک بکند که چگونه مرز بین اکثریت و اقلیت رو باز کند و همه ما رو یکی بکند، یک تنه ویگن آغاز کرد. و میبینید که حتی در میون این آوازی که برای ایرونیا داره میخونه و اینا، بعد یک دفعه به زبان ارمنی میخونه که به تو بگوید که من و تو صاحب یک مملکت هستیم، همه ما ایرانی هستیم. و به همین دلیل وقتی که هفت سین هست، این هفت سین فقط برای من و تو و اکثریت و اقلیت نیست، این هفت سین هفت سین ایرانی است. بارها از من پرسیدند که خب چه اشکال، چه چیزی داره این که ما شب نوروز خودمون که در اینجا برقرار میکنیم حتما درباره صحبت میکنیم، ولی برای دوستانی که الان دارن گوش میکنن، ببینید سنجد و سیر و سماق و سبزی و سبزه و سمنو و سکه و چه میدونم سنبل، همه اینا رو که بذاریم بغل هم دیگه یه چیز حدود 9 10 تا سین میشه. نهایتاً هفت سین معنی دیگری میتونست داشته باشه. هفت سین در واقع سفره ای بود که فراورده زمین از یک سو، فراورده دریا رو با همون ماهی که در درون دریا بود از یک سو، فراورده ماکیان آسمان با اون تخم مرغی که نماد داشت بر روی صحنه، و آینه و شمدونی که در اونجا بود، ما رو در این چهار پدیده زمین که عبارت است از باد و آب و خاک و آتش بر روی این سفره است. این سفره سفره معجزه است. برای همین هست که وقتی دست ما به یکدیگر وصل می شود، وقتی در آن ثانیه مشخص دلها به یکدیگر وصل میشه، وقتی چهارشنبه سوریمون آتشامون رو به هم وصل میکنیم، وقتی سر هفت‌سینمون سبزی و سمنومون رو حبس میکنیم به هم دیگه وصل میکنیم، وقتی سیزه به در میریم این سفره هامون رو به هم وصل میکنیم، این نماد همبستگی ایرانیان هست در تمام اقشار، کرد و لور و قشقایی و بختیاری بگیر تا زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان و مسلمانان و بهائیان. این کتابی که بر سر اینجاست، کتاب به عنوان نوشتار است. هر کسی به هر شکلی این کتاب رو بر اینجا بگذارد، در واقع آغاز تاریخ رو به زبان شاهنامه از زبان طهمورث بر روی این جا گذاشته است. هر کی به هر زبانی بگذاره، زبان از آنجا آغاز شده. نهایتا ما تاریخ رو داریم و جغرافی رو داریم بر سر این سفره. و حالا دعوت میکنم از خواننده بعدی، ویگن. اول میاد ویگن میاد و حالا هایده میاد. خانم آقایون با ما باشین تا گم نشین. دیاکو جان برو بریم. Thank you.
یادگاری داری بچه گیو قلک و عیدی به یادم میاری گلدون یاسر آزدی و نفشه های باقچه آینه باشم دون جهازه مادر و تو تخچه بحار بحار باز اومده اینها گنجینه ما هستند. من مطمئنم امروز که در ایران نگاه میکنم بگید وای آخرش این هایده بود بغلشم آقای عقیلی نشسته بود دوست بسیار خوب من که همین روزا باز با هم دیگه رو صحنه میریم و بعد دوستانی که دارن میرخصن اون فضایی رو که درست کردن ولی درد دلش بهارا هم مثل خزون میمونه بار دوری از خونه بهار رو برای ما مثل خزون کرده. باور بفرمایید که در طی این 30 چند سال من اکثرا در هر مراسمی که بودم حتی خواننده هایی که نام ندارن ما تعداد خواننده های گمنامی داریم که بسیار قشنگ میخونن. من در مسافرت به اروپا در هر شهری که رفتم دیدم 3 تا 4 تا خواننده جوان اومدن با چه انرژی دارن میخونن و مردم چه استقبالی میکنن. به کانادا رفتم به همین شکل. کانادا در این 3-4 شهر بسیار مشهورش خواننده های بسیار خوبی داره، موزیسین های بسیار خوبی داره. نهایتا این شب ها رو خواننده ها به روز میرسونن. اون آتشی که ظلمت رو میشکند این آتشی است که در زبان هر خواننده نوازنده اون تنبکی که داره زده میشه اون سازی که قشنگ زده میشه اینها در واقع ظلمت افسردگی رو میشکنند که ما رو شاد کنند. فراموش نکنید که تنها وسیله ما حربه ما در مقابل زندگی این شادی است. امروز مجله فردوسی به دست من میرسد و میبینم که علیرضا میبودی یک خواب خوش رو آرزو میکند و خواب خوشی که البته او آرزو میکند به زبان شعر چنین است. میگوید هوای جلگه های دور، هوای جلگه های دور ابرآلود، هوای جلگه های دور ابرآلود بارانی است. این تخیلی است که در خواب داره یا داره شاعر نگاه میکنه. هوای جلگه های دور ابرآلود بارانی است، چه خوب، اما در این کجراه ناهموار نمیدانم چرا هر بار ته هر سرگذشتی سیل و ویرانی است. منم یک قطره باران درون حفره‌ای پنهان، برون آرام از این محبس مرا کشتی به بیداری. چه خواب خوش، چه خوابی خوش به دادم رس، رهایم کن که چون آب روان باشم. بیا خوابی ببین من هم در آن باشم، بیا خوابی ببین من هم در آن باشم. این خوابی است که آرزو میکنه این نفری که در تمام وجودش این مجله وقتی که در میاد، من اتفاقا با دوستان وقتی که میریم و میام صحبت میکنیم هر صفحه‌ایشو از هر مقاله نویسی که بخونید پاسخی به مقاله نویس بعدی است، گویی که همه ما بغل هم دیگه نشستیم در روش کار خودمون قصه خودمون رو داریم میگیم، اما قصه هامون همه در یک مسیر میگردد. و این هوای جلگه های دور ابرآلود و بارانی است، چه خوب، اما در این کجراه ناهموار نمیدانم چرا هر بار ته هر سرگذشتی سیل و ویرانی است. اما بهار میآید که این سیل و ویرانی ها رو در درون ذهن ما به گل آرایی و به باغ و باغ بیاساید بیاراید. و شما رو میخوام ببرمتون باز به چهره ای که تمام این چهره ها ممکن است که وجودن در میان ما نباشن ولی همیشه با من، نوری با گل مریم. خانم آقایون با من باشیم تا گل بشیم. همچنین خیال نکنید این به افتخار بچه ها در آینده از این قضیه خاطره داشته باشن.
گل سرخ و سفیدم که بیای بنفش برگ بیدم که میای تو گفتی در آید من میایم وای گل عالم تموم شد که میایی وای جان مریم جان مریم جان مریم جان مریم چشماتو وا کن سری بالا کن در اومد خورشید شد هوا سفید وقت اون رسید که بریم به سرا وای نازنین مریم مریم چشماتو وا کن منو صدا کن بشین روونه بریم از خونه شونه به شونه به یاد اون روزها وای نازنین مریم وای نازنین باز دوباره صبح شد بدوارم خوش میخوابیدم تو رو خوابیدم گوشه غم توی دلم زد جمعونه دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با این غم وای نازنین مریم ها گنجینه خاطرات ما هستن. خانم آقایان هرگز کم نیارید در مقابل زندگی. من و شما حاصل یک دورانی هستیم که بهترین خوانندگان با عشق به ایران، با عشق به این سرزمین ترانه خوندند، برای من و تو، برای ما، برای ما آواز خوندند و سعی کردند که شبهای تاریک و خسته ما رو بیارن به جایی که من و تو بتونیم استوار بیستیم، من و تو بتونیم امیدوار باشیم. من در نمایشی که هستم
به عنوان خیابان لاله‌زاری که میذارم، میگم پدر من همیشه به این خیابون میگفت خیابون اشتیاق، خیابونی که مردم مشتاق به زندگی بودن از هر لحظهش، و من مطمئنم که به اون اشتیاق باز خواهیم گشت. اطلاعی به من دیاکو داد راجع به مجله این بار فردوسی که تصمیم گرفتن که 4 جلد فردوسی رو که مال چهارشنبه سوری و هفت‌سین و سیزده بدر و نوروز هست رو به عنوان این 4 تا رو با 12 دلار در اختیارتون بگذارن. به این شماره تلفن بزنید و این 4 شماره نوروزی رو بگیرید، برای اینکه همه ماها آنچرا که در چنده داریم در قلم خود میگذاریم و در نوروز پیاده میکنیم. درود به همت عسل پهلوان، جناب عباس خان پهلوان و تک تک نویسندگانی که در این هستن، به خصوص دیاکویی که خودش هم اینجا پهلوانی است که در اینجا میاد. این بار به خصوص من چیز زیبایی دیدم. دیاکو جان اینو میتونیم ما داشته باشیم؟ این امسال عباس پهلوان تصمیم گرفته است که چهارشنبه سوری رو با تصویری از پادشاه فقید بر روی صحنه بگذارد و بالاش نوشته که خاری به چشم حاکمان بر ایران. خیلی هم مشخصه اینه. ببین چقدر زیباست. و بعد در درونش وقتی که میخونم میبینم که توی فیسبوک اومدش، هنوز نرسیده بود تو فیسبوک، من یه چیزی حدود 500-600 تا لحظه‌ای که من بودم، حالا به نظرم به هزاران رسیده، و زیرش نوشته بودن خاری است به چشم همه کسانی که سنت‌های ایرانی رو درک نمی‌کنن و یا نمی‌خوان بفهمن و یا مثل اون آخوند ناآگاه بگوید که اینها آتش پرستن. نه، اینها نمیدانند که همین مردی که الان روی صحنه است از آتش جمشید، از آتش هوشنگ، از آتش سیاوش میگذرد و امروز در بعد از 35 سال تطهیر شده و تمیز در خاطر مردم است. بگذاریم که نوروز پیروز است، این پیروزی نوروز است که همیشه نوروز است. میخوام شما رو ببرمتون به سر وقت کسی دیگه ای که خیلی دوستش می‌داشتیم. همه ما با اون زندگی کردیم. او خواهرش از بین رفت و بعد خودش از میان ما رفت، اما خاطرش همیشه با ماست. خانم آقایان، مهستی می‌خواند. با من باشین تا گم نشین. به دلم افتاده در ساله من بی کسیه، بذار تا به
عرض کردم بهتون که این گنجینه خاطرات رو وقتی که باز میکنید از هر طرفی یک خاطرات میاد. گفتم که این بهاران از یاد رفتنی نیست وان خاطرات شیرین بر باد رفتنی نیست. مهریست در دل من پیوسته با وجودت که این رشته محبت هرگز گسستنی نیست. من وقتی این شعر رو سرودم که در خاطر من همه این خاطرات بود و گفتم که این پیوند ناگسستنی است. و حالا شما رو میخوام ببرمتون از این خواننده هایی که در رده کاباره ها، در رده گل ها، در رده رادیو میخوندن، یک باره ببرمتون تو لاله‌زار، ببرمتون دو خواننده خاکی داریم که امشب میخوام این دو نفرم از اون جهان برای من و تو پیام بفرستن. خانم آقایان، آن کس که برای من و تو خواند ابتدا جدیش نگرفتیم، ولی چنان کرد که آتش گرفت تمام کاباره ها و دانسینگ ها و خانواده ها. دیاکو جان با من باش، میخوایم بریم سراغ کی؟ آغاسی میخوانم. ماشاءالله لبه کارون که گل بارون میشه وقتی که میشینه دلدارون. الله تو قایق ها دور از غم ها اونن نغمه خوش لبه کارون. هر روز تنگه غروب شهری ما صفا داره لبه شهر پای نخلا خوشی دا چنگونه و ساغرون میشه با شادی و غم زمانی تو چه خوب و قشنگه اینها با درون با عشق آمدن در میان میدان. میدانی بود که میدان فراخی بود. وقتی که شما گلپایگانی رو دارین، وقتی که ایرج رو دارین، وقتی که رادیو تلویزیون همه در اختیار نوع خواننده های درجه یک مملکت است، اینها با شعله کوچک از درون لاله‌زار، از درون کاباره ها شروع میکنند و کاری میکنند که خانه ای نبود که این لب کارون رو نخونده باشد. و وقتی هم من به این نمایش لاله‌زار رو میرم، حتما آغاسی، احد آغاسی که پسرخوانده آغاسی است، با من همراه است و همین دستمال با همین شوق به روی صحنه میریم. زیرا من معتقدم که خیابان لاله‌زار ریشه و اساس تمام تجددخواهی از این کراوات بنده گرفته و تا لباس و تا پیرایش و تا برسیم به کافه نادری و تا برسیم به استانبول و تا برسیم به کافه های مختلف جمشید کریستال و اینها، همه ما تو این خیابان زندگی کردیم. هنرمندترین هنرمندانتون رو که وقتی برید پلیششون میگن ما از پیش پرده خونی و از روی صحنه های کاباره تماشاخونه های لاله‌زار شروع کردیم. ولی امروز باز مرتبه میرمتون به یک کافه اونورتر، کسی دیگری که عنوان خواننده خاکی رو گرفت، کسی که توانست او هم به صورت غیر مستقیم چنان مستقیما در زندگی ما تاثیر بگذارد که ناگفتنی است. خانم آقایان، خانم آقایان، سوسن میخوام. سوسن که این کار دلت کنم
ضیافت نوروزی است. این به شما بشارت میدهد که ای دل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد، یا غم به پایان میرسد یا غمگساری میرسد. کارگردان جوان من دیاکو میگوید که بدون این تیکه‌ای که تمام خواننده های امروز هستن نمیشه این ضیافت تموم کرد. خانم آقایان، در ضیافت بهاری ما هستید، با ما باشین تا گم نشین. حافظ شنید باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد. حاسدک آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های ایران آمده، خاک من ای قبلگاه عاشقان، نو بهارانت همیشه جاودان. رودهایت پر خروش و بیقرار، کوههایت سر بلند و استوار، بند بند ما همه از خاک توست، پار و پود ما ز خاک پاک توست. آمده زمین خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هم وطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
پر شده دنیا ز عطر و بوی عشق. وقت اگر خواب است بیدارش کنیم، عاشقانه باز دیدارش کنیم، عاشقانه باز دیدارش کنیم. نوبهاران خنده زد بر کوهسار، خونه زاران شد کنار چشم سار، قطره شبنم به برگ گل چکید، شانه زد باد بهاران زلف بید. دامن ایران ز گل سرشار شد، ای عزیزان موقع دیدار شد. بعد از این هر روز بهتر روز ما، جاودان تا ابد نوروز ما. آمده نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین. بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید. خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد. عرض کردم درود بر دونه دونه هنرمندان که نوروز خودشون رو در داخل ایران میبینن و من در این شعر خودم آرزو میکنم برای اینکه نمایشی داشتیم به نام خورشید خانم آفتاب کن و این آرزوی من بود. خورشید خانم آفتاب کن یه مش برنج تو آب کن، خورشید خانم آفتاب کن یه مش برنج تو آب کن، نقاب شب رو وردار راه بهار رو وا کن. خانم آقایون با ما باشین تا گم نشین.
مردم خوب ایرون، مردم خوب ایرون، بهارتون گلبارون. آسمان رد که زخم خانه حافظ قدهی آورد است، کوه سمرد که بران همت فردوسی پرگس در دست، بوس تراموند که از نسیم نفس سعدی جان پرورد است، هم زبانان منند هم زبانان منند. هر هفته هزاران ایرانی در سراسر جهان همزمان با انتشار فردوسی امروز آن را مطالعه می کنند. شما چطور؟ فردوسی امروز را در فردوسی